أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. برای اینکه در پله‌های زندگی عقب نمانده و احساس خوب داشته باشیم و به هر آن چیزی که حقمان هست و قصد داریم که اون را به دست بیاریم، اون را دریابیم، باید عادل باشیم و فرق بین عدالت و مساوات را بدانیم. عزیزان، بیشتر ما و شما تصور میکنیم که معنی مفهوم فعل عدالت را به خوبی میدانیم. شاید اینطور نباشد. در نخست میپردازیم عدالت چیست؟ عدل چیست؟ عدل از دو حقیقت مستقل ساخته شده است. اولا در میان حقوق مردم توازن و تناسب برقرار باشد. هرگاه در میان حقوق مردم تناسب و توازن برقرار بود، یک نیمه از عدل تکمیل شده و دومش هم به هر کس باید حقش بدون کدام محنت و بدون کدام جانبداری پرداخته شود. برخی از مردم ما عدل به انصاف تعبیر می کنند که مفهوم مساوات و برابری را می دهد. الله متعال در سوره نحل به عنوان 16 سوره قرآن کریم آیه 90 می فرماید: ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. الله متعال امر می دهد به عدالت، به عدل و احسان و عطا و بخشش بر خویشاوندان. ببینید، وقتی حرف از عدالت می زند، در پهلوی عدالت احسان می گه. باید هر جایی که عدالت برقرار می شه به همراه احسان برقرار شده باشم. عدالت و احسان لازم و ملزوم یک دیگر هستند. عدالت هم خیلی انواع داره. مثلا عدالت در سیاست، عدالت در مسائل فرهنگی، عدالت در اجتماع و جامعه، عدالت در خانه و خانواده، عدالت در مقابل والدین و فرزندان، و حتی عدالت در نوشیدن، پوشیدن، خوردن، گفتار و رفتار. بیاین برای پاسخ به این سوال بپردازیم که آیا عدالت به معنی مساوات هست؟ شاید اینگونه نباشه. خیلی از مسلمانان امروزی، مخصوصا در کشورهای همسایه ما مثل ایران، داد فریاد از حقوقشان میزنند که ما حق میخواهیم، حقوق زنان و مردان برابر است. مردان و زنان میگن مساوی خلق شدند. سوره قرآن کریم به نام سوره حجرات، 49 سوره قرآن کریم آیه 13، الله متعال می فرماید: این خلقناکم من ذکر و انثی، هر آینه ما خلق کردیم شما را از مرد و زن. اینجا الله متعال نمیگه ما خلق کردیم شما را از بطن مادر و یا خلق کردیم شما را از مرد که به یک طرف اختصاص بده، نه، میگه خلق کردیم شما را از مرد و زن. این آیه این را به اثبات نمی رسانه که مردان و زنان مساوی هستند. اینجا عدالت الهی را به اثبات می رسانه. آیا شما کدام زن دیدین که کارهای شاقه ای که مردان انجام می دهند را بتانه انجام بده؟ نمی تانن. معلوم دار هست، نمی تانن. الله متعال
مردان را قوی و زورآور آفرید و زنان را لطیف، بردبار، نرم خو آفرید و با عدالت خود و با مو عدالت خود اینها را یک جا جوره ساخت، یک جفت ساختشان، تا این زنی که قوت نداره در کنار همسرش، در کنار مرد خود احساس امنیت کنه و این مردی که خسته است به آرامش برسه در کنار خانمش. حضرت آدم علیه السلام وقتی که آفرینشش تمام شد سردرگم بود، در بهشت بود ولی سردرگم بود. خداوند متعال به خاطر آرامش بخشیدن به حضرت آدم، حضرت هوا را آفرید. بعد با حضرت هوا، حضرت آدم هم آرامش پیدا کرد و به آرامش رسید. ما بعد از این نباید چنین افکاری داشته باشیم که مردان و زنان مساوی هستند. مردان و زنان مساوی نیستند. الله متعال مردان و زنان را با عدالت آفریده است. بعضی ها میگن مردان و زنان چرا نمیگید؟ مسئله طلاق گرفتن بر دوش زنان نیست، بر دوش مردان هست. چون مردها خیلی بردبار هستن ولی زنان که هستن احساساتی هستن. به خاطر این احساساتشان هست که زود سندروم قلبی هم برشان دست میده. همه اینها عدالت الهی را بر ما ثابت میکنن. گفتیم زنان بی قوت هستن، اینا بی قوت نمیمانن. خداوند متعال در محبت هم بر اینها عدالت را بر ما نشان میده. کمبود قوتی را که مادر داره به وسیله پسرش و کمبود قوتی را که دختر داره به وسیله پدرش برشان تکمیل میکنن. شاید متوجه شده باشین دخترها همه ایشان بدون از اینکه اقرار کنن، بدون به کس نمیگن، اظهار نمیکنن، ولی بیشتر از مادرشان پدرشان را دوست دارن و پسران هم مادرانشان را دوست دارن. این عدالت الهی است. خداوند متعال محبت اینها را برای یکدیگر ساخته به خاطر از اینکه اینها مساوی شوند. مادر هم احساس ضعف و فقدان قوت نکنه و دختر هم. اگر مثلا محبت پدر با پسرش می بود، دختر با مادرش باز هم میکرف کمک احساس ضعف می داشتن. همه اینها بر می گردد به عدالت الهی. آخرین گفته های خود را با یک شیر میخوایم پایان ببخشم که میگم گر خرد کامل شود انسان نمیبیند زیان، بدترین دشمن چه باشد آدمی را جز زبان. گرگ ها درندن تکلیفشان روشن ولی وای از آن گرگی که پنهان است در ذات شبان. قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، تیر رفته بر نمیگردد به آغوش کمان. والسلام علیکم و رحمت الله.